بینندگان محترم باز هم سلام به جلسه ششمی که چی با به سوالاتی تستی سیتیزنشیپ جاب دهیم خوش آمده باز هم در ادامه ویدیوی قبلی ما اینجا از ریسپانسیبلیتیز یا مسئولیت های یک شهروند استرالیا صحبت میکنیم یکی دیگری از مسئولیت های یک شهروند استرالیایی این است که از استرالیا دفاع کنند در صورتی که ضرورت باشد Defend Australia should the need arise. In my opinion, that if necessary, it is necessary to mobilize Australia. While service in the Australian Defence Force is voluntary, a responsibility for Australian citizens is to defend Australia should the need arise. The ki khidmat dar nirui Australia jabri این یکی از مسئولیت های همه شهروندان استرالیا است که در صورتی ضرورت از استرالیا دفاع کنند. برخلاف بعضی کشورها در استرالیا خدمت در نیروی دفاع استرالیا جبری نیست. مثلا ما می دانیم که در ایران خدمت سربازی جبری است و همچنین سالها قبل در افغانستان هم جبری بود و حالا نیست. It is vital that all Australian citizens be committed to joining together to defend the nation, the nation and it is a way of life if necessary. این یک امری حیاتی است که همه شهروندان استرالیا در صورتی ضرورت متعهد شده که با اتحاد با یکدیگر از ملت و شیوه زندگی استرالیا دفاع کنند مثلا اگر کدام کشوری با استرالیا حمله میکند در این صورت وظیفه هر فرد استرالیایی است که دست با هم داده و با همکاری نیروهای مسلح استرالیا از استرالیا دفاع کنند دفاع کردن تنها با معنای جنگ در مقابل دشمن نیست بلکه هزاران راه دیگری نیز ام وجود دارد مثلا بینوان یک دکتر یا یک نرس میتوند زخمی ها رو مداوا کرد یا مثلا شغل های دیگری که میتوانند دفاع از کشور استرالیا استفاده شود اینجا بعد دری یا فارسی هم نوشتیم مسئولیت ها در صورتی ضرورت از استرالیا دفاع کنید در حالی که انجام وظیفه در نیروی مسلح استرالیا داوطلبانه است وظیفه شهروندان استرالیا این است که در صورتی ضرورت از استرالیا دفاع کنند بسیار مهم است که همه شهروندان استرالیا متعهد شوند که در صورتی ضرورت از ملت و شیوه زندگی آن دفاع کنند خب یکی دیگری از مسئولیت های یک شهروندی استرالیایی این است که به عنوان عضوی از حیاتی منصفه خدمت کند سرو اون ا جوری اف کالد تو دو سو خود در استرالیا یک سیستم وجود دارد که در صورتی ضرورت کسی که شهروند استرالیا باشه ممکنه خواسته شود که در دادگاه حاضر شود با تمامی مداریک و تمام مدارک و شواهدی که قابل یک مجرم وجود دارد مثلا به او نگاه کنه و بعدا تصمیم بگیره که آیا ای شخص مجرم هست یا نه. خود گفته که جوری service اف requested is a responsibility for Australian citizens age 18 years or over. که خدمت در حیعت منصفه یا جوری در صورتی درخواست مسئولیتی شهروندان استرالیایی 18 ساله یا با بالا هست این را باید در نظر داشته باشید که این ممکنه وقتی که شما مثلا سیتیزن استرالیا شوید ممکنه یک روزی از شما خواسته شود که در دادگاه حاضر شوید و به عنوان عضوی از هیئت منصفه خدمت کنید این چیز را باید در نظر داشته باشید از این, این هم مثلا نگه رندم یعنی اتفاقیه A jury is a group of ordinary Australian men and women who listen to the evidence in a court case and decide if a person is guilty or not guilty. حیعتی منصفه متشکل است از گروهی از مردان و زنانی عادی استرالیایی که در یک دادگاه به تمامی مدارک و شواهید یک پرونده گوش داده و نسبت به بیگناهی و یا گناهکار بودن یک شخص تصمیم میگیرد. ام قسمی که قبلا دادم مثلا مثلا اگر شما خواسته شود که در جوری حاضر شوی داده داد, داد که حاضر شوید به عنوان عضوی از حیاتی منصفه سو so, شما اونجا میرید مثلا به تمام این مدارک و یک پرونده گوش میدید و بعدا شما رو مثلا تصمیم میدید که واقعا این شخص مجرم هست یا نه این یا شخص گناهکار است یا نه Australian citizens who are on the electoral roll can be called to serve on a jury. گفته هر شهروندی استرالیایی که نامش در فهرست رای دهندگان به ثبت رسیده باشد میتواند برای خدمت به عنوان عضو از هیئت منصفه فراخوانده شود. اگر مثلا موقع شما تابعیت استرالیایی خود را میگیرید شما باید خود را ثبت نامی این در فهرست رای دهندگان شما باید خود را ثبت نام کنید وقتی که نام شما در فهرست رای دهندگان باشه ممکن است شما را به عنوان حیات مسافر در خ... شما درخواست خاص که شما باید در دادگاه حاضر شوید و ام... مثلا به یک گوش بدید البته کسانی هست که میتواند بگید که من نمیتوانم در این مورد خدمت کنم مثلا اگر کسی زبانی مش... مشکل زبان داشته باشد و یا کدام کار دیگری که مهمتر از خدمت در حیات مسافر باشد ولی با با باشد. در همه مورد باید دلیل داشته باشد جوری سرویس هلپس تو انشور از من تضمین کننده انصاف و عدالت در سیستم قضایی می باشد این به این است که ما مطمئن شویم که سیستم قضایی استرالیا عدالت را در مورد در یک نفر در نظر گرفته است مثلا کنم به عدالتی صورت نگرفته و یک شخصی اگر مجرم شناخته شده مطابق به او گناهی که انجام داده باید باشه مسئولیت ها انجامی وظیفه به حیثی عضوی از هیئت منصفه اگر از شما خواسته شود خدمت در هیئت منصفه در صورت درخواست مسئولیت شهروندان استرالیایی اجزا سال یا بیشتر است هیئت منصفه متشکل از گروهی از مردان و زنان عادی استرالیایی است در یک دادگاه به تمام مدارک و شاهد یک پرانده گوش داده و نسبت به بیگناهی یا گناهکار بودن شخصی تصمیم میگیرند هر شهروندی که نامش در فهرست رای دهندگان ده به ثبت رسیده باشد میتواند برای خدمت به عنوان عضوی از هیئت منصفه فراخوانده شود هیئت منصفه تضمین کننده ای انصاف و عدالت در سیستم قضایی میباشد. خب <متحش> حالا رسیدیم به بخشی پریولیجیز یا امتیازات مثلا شما که یک شهروند استرالیایی هستید چی امتیازی دارید مثلا استرالیا به شما چی میده یکی از آنها هست که مثلا شما میتونید برای کار در سیستمی در انیروی مثلا استرالیا و همچنین در مثلا بخش های دولتی استرالیا شما کار کنید درخواست کار بدید اپلای فور ورک این استرالیان پابلیک سرویس اند استرالیان دیفنس فورس میگه یکی از پرویلیج یا امتیازاتی شهروندی استرالیا این که می برای کار در بخشی دولتی استرالیا و همچنین در نیروی دفاع برای کار اپلای کند یا اقدام کند A privilege of Australian citizen citizenship is to apply for a job in the ارaliaن public srvic وrک ف سrin gvرnnt فر امپل iن services sرا و srin taxatiن offic از مزایایی طابیعت استرالیا درخواست, ش... درخواست برای شغل در خدمات دولتی استرالیا و کار برای دولت استرالیا مثلا در اداره مالیت استرالیا است مثلا اگر شما اقامت دائم یا موقت داشته باشید نمیتونید در دولت استرالیا کار کنید و, و, و همچنین حتی شما نمیتونید از کمک های دولتی مثلا برای فیسی دانشگاه برخوردار شوید و شما فیز خود را باید در اول سیمستر کامل بپردازید یکی از مز... مزایای است مثلا شج... اکثریت شما, شما به این مشکل برخورده باشید که اگر شما ویزه دائمی داشته باشید و بخواید دانشگاه بخونید شما باید فیسی دانشگاه به صورت کامل بپردازید ولی کسایی که شهروند استرالیا هست لازم نیست که در اول همه فیس خود را بپردازد مثلا دولت کمک میکنه موقعی که کار پیدا کردی درآمدت از فعلا چیل هزار به بالاست فکر کنم اگر درآمدت از چیل به بالا شد اون موقع شما باید ام, ام فیسی دولت فیس را که دولت برای شما پرداخت کرده بود شما میتونید دوباره به دولت پرداخت کنید و همچنین این کارهایی دیگه مثلا در نیروی دفاع استرالیا اگر شما ستیزن شب نداشته باشید، نمیتوانید کار کنید. Australian citizens also have the right to apply for a job in the Australian Defence Force. The Army, Navy and Air Force. در برآلا قسمی گفتم شهروند استرالیا حق درخواست کار در نیاری دفاعی استرالیا مثل ارتیش، نیاری دریایی و نیاری هوایی را دارند. ولی اگر ستیزن نباشی در اینجاها کار نمیتونید. با فارسی هم نوشتیم، اینجا امتیازات درخواست کار در بخش های دولتی استرالیا یا نیروی دفاع استرالیا از مزایای تابعیت استرالیا درخواست برای شغل در بخش خدمات دولتی استرالیا و کار برای دولت استرالیا برای, دولت استرالیا برای مثال در اداره مالیات استرالیا هست بر علاوه شهروندان استرالیا حق درخواست کار در نیروی دفاعی استرالیا مثل ارتش نیروی دریایی یا نیروی هوایی دارند Okay. یکی دیگری از امتیازات شهروند استرالیا این است که شما میتوانید از طریق انتخابات به پارلمان را پیدا کنید مثلا شما میتونید خود نامزد کنید ما میخواییم بریم به پارلمان خب اگر سیتزن داشته باشید شما این حق دارید ولی اگر سیتزن نداشته باشید شما نمیتونید به پارلمان را پیدا کنید سیک election to parliament. یعنی راهیابی به پارلمان از طریق انتخابات Australian citizens who are age 18 years or over, and who are citizens state territory level. شهروندان استرالیایی که 18 ساله یا با بالا هست می در سطح فدرالی ایالتی یا منطقه از طریق انتخابات به پارلمان را یابند. ولی چیزی که اینجا بیشتر مهم می که باید جو سیتیزن نباشد یعنی دو تابیت نباشد. مثلا اگر کسی بخواد به پارلمان استرالیا را پیدا کند باید تنها شهروند استرالیا باشه نه باید کشور دیگری مثل مثلا اگر شما شهروند افغانی دارید افغانستانی دارید و شهروند استرالیایی شما نمیتونید به پارلمان راه پیدا کنید یا به انتخابات به پارلمان برید در صورتی شما میتونید کنید که باید از شهرونده افغانی خود صرف نظر کنید شاید چند سال قبل هم شاید متوجه شده باشید که چندتا از های پارلمان این ها که بود دارای دو طبیعت ها بود فکر کنم یکیش طبیعت انگلند داشت و و طبیعت استرالیا با بخواد برای دو مشکل تمام شد و قسم ایرانی دیگه بود که از, سیدنی نوش باید ندارم هم قسم همچنین شهروند استرالیایی داشت و شهروند ایرانی ولی برش مشکل پیدا شده خب هر صورت اگر شما میخواید از طریق انتخابات خب به پارلمان را پیدا کنید باید تنها شهروند استرالیایی داشته باشید و It is a honor and a serious responsibility to serve in Australian Parliament. قسمی معلوم داره گفته که خدمات در پارلمان استرالیا یک افتخار و مسئولیتی بسیار جد... جدی است یعنی افتخار و یعنی مسئولیتی بسیار جدی است کسی که در پارلمان از رکن خبار مسئولیتی زیادی داره بخاطر اینکه اون شخص از است... طریق انتخابات به پارلمان را پیدا کرده مردم رای داده و امی شخص به امی مردم هایی به او رای داده در قد ریسپانسیبلیتی داره که در مقابل مشکلاتش جبگو باشه جا فرسی هم نوشتیم امتیازات راهیابی به پارلمان از طریق انتخابات شهروندان استرالیایی اجده یا بالا یا بیشتر میتواند در سطور فدرال ایالتی یا مدقی از طریق انتخابات به پارلمان راه یابد خدمت در پارلمان استرالیا یک افتخار و مسئولیت بسیار جدی است قسمی که توضیح دارد. یکی دیگری از امتیازات شهروندی استرالیا این است که شما می توانید برای پاسپورت استرالیایی اپلای کنید و دوباره استرالیا بیایید بدون کدام ویزا بدون کدام مشکل اپلای فور ان پاسپورت اند ری انتر استرالیا فریلی برای پاسپورت اپلای کن و میتونی دوباره برگردی با همین پاسپورت استرالی بدون کم مشکل بدون که ویزا When you become an Australian citizen, you have the right to live freely in Australia. گفته که هنگامی که شما شهروند استرالیا میشوید یا سیتیزن استرالیا میشوید شما حق دارید که آزادانه در استرالیا زندگی کنید. یکی از امتیازاتی یو شهروندی استرالیا می است که مثلا شما آزاد در هر جایی زندگی میکنید قسم تام توزیع دادن مثلا نه تنها مثلا آزادان از زندگی میکنید میتونید برای کارهای مهم اقدام کنید و مثلا اگر کسایی هست که مثلا ویزه دائمی دارد که یا یا ویزه موقت دارد مثلا به جاهای رفتن نمیتونه مثلا بعد در جای کار کنه و چیزی چیزایی هست که مثلا خب شهروند استرالیا به شما امتیازات زیاد میده استرالیا یا طبیعت استرالیا you also have that privilege to apply for an Australian passport. شما شما همچین حق دارید که برای دریافت گذرنامه یا پاسپورت استرالیایی اقدام کنید. ما می داریم که تنها کسی که شهروند استرالیا باشد می تواند برای پاسپورت اقدام کند ولی کسایی که شهروند استرالیا نیست مثلا اونا دارای اقامت دائم است یا مثلا ویزه موقت دارند اونا برای پاسپورت استرالیا اقدام نمیتونند. If you travel overseas as an Australian citizen, you are free to return to Australia without the need for a visa. اگر گفته به عنوان یک شهروند استرالیایی شما به خارج سفر کنید می توانید آزادانه بدون نیاز به ویزا without a visa شما به کشور استرالیا برگردید البته اینجا شرط داره که شما باید پاسپورت استرالیا استفاده کنید اگر شما موقعی که شما شهروند استرالیا میشوی شما نمیتونید غیر پاسپورت استرالیایی پاسپورت دیگری را مثلا شما نمیتونید که پاسپورت غیر استرالیایی استفاده کنید و بیرون از استرالیا مسافرت کنید آره موقعی که شهروند استرالیا شوید شما باید با پاسپورت استرالیا به خارج مسافرت کنید بدون این شما ویزا لازم ندارید که دوباره برگردید اینجا به فارسی هم نوشتیم تقاضای پاسپورت استرالیایی و ورودی مجدد به استرالیا به طور آزادانه وقتی که تبع استرالیا میشوید حق دارید آزادانه در استرالیا زندگی کنید اشخاص طبعه استرالیا می توانند برای دریافت پاسپورت استرالیایی درخواست دهند اگر به حیث شهروند استرالیا و خارج از کشور سفر می کنید می توانید بدون ضرورت به ویزا به استرالیا برگردید قسمت توضیح دادم یکی دیگری از پرویلیجی که شهروند استرالیا باشید یا یک امتیازات یک دیگر از امتیازات شهروند استرالیا این است که شما می توانید برای کمک در مثلا در خارج استرالیا هستید و کدام مشکلی به کدام مشکلی سر شما می توانید کمک های کنسولی از از کنسولر استرالیا یا سفارت استرالیا در ام درخواست کنید ask for consular assistance from an Australian official while overseas در ریافتی کمک از مقامات دولت استرالیا در خارج از کشور In many countries, Australia has an embassy, high commission or consulate گفته که استرالیا در بسیاری از کشورها سفارت خانه embassy کمیسترهای عالی یا یا دارد یا کنسولی دارد برای گفته افغانی خب ام، شما همان، ما،, ما میدانیم که استرالیا در اکثری کشورها امبسی ام، یا سفارت خانه دارد اگر سفارت خانه نداشته باشد کنسولگری دارد اگر کدام مشکلی مثلا ایجاد شود برای شهرونده استرالیا شما میتونید از این سه جای کمک کو، درخواست کنید البته ما میفهمیم مثلا در افغانستان استرالیا امبسی داره ولی کاری مربوط به مثلا ویزای افغانی اکثرا بیرون از استرالیا انجام میشه در داخلی بیرون از افغانستان انجام میشه در داخلی افغانستان هیچ کاری ویزا مثلا انجام نمیشه While you are overseas, you can ask for help from an Australian government official in times of need. گفته وقتی که شما در خارج استرالیا بسرم میبرید در هنگامی نیاز می تواند از مقامات دولت استرالیا درخواست کمک کنید مثلا اگر به کدام مشکل گرفتار شدید کدام واقعی اتفاق افتاد شما می توانید به امبسی یا های, های کمیشنز یا کنسولگری کنسلگری استرالیا مثلا تماس بگیرید درخواست کمک کنید This includes in the case of emergencies such as civil unrest and natural disasters. این کمک ها می شاملی مورد استراری مانندی نارامی اجتماعی و یا بلاهای طبیعی باشه مثلا شما در کشور میرید اتفاقی یک جنگ صورت میگیره که نمیتونید از کشور بیرون شوید شما میتونید با کنسولگری استرالیا به صفت استرالیا تماس بگیرید مشکل خود را با در میان بگذارید و همین قسم مثلا اگر در کشور زندگی میکنید یا در کشور مثلا برای مسافرت رفتید شهروند استرالیا هستید اگر کدام مثلا خدا نخواست زلزله میشه کدام نمیتونید از کشور بیرون شوید شما میتونید درخواست کمک کنید السفارات الأستراليه او القنصليات الأستراليه لدين صدره للمواطنين بالمك. Australian officials can also help Australian citizen citizens overseas with the issue of an emergency passport and advice and support in the case of an accident, serious illness or death. فتقوماتي دوله استراليا متى جوازي او پاسپورت استرالي برای شما صادر کند و همچنین در موقع بروز سانه ها بیماری یا مرگ با شما مثلا توصیه داده و شما حمایت کند به شما مثلا راه نشان بده که مثلا چه قسمی میتوانید از این مشکلات مثلا شما بیرون شوید و ممکنه به شما کمک مالی کند یا کم و بیشی When in another country you must obey the laws of that country وقتی که شما در یک کشور دیگری مسافرت میکنید یا زندگی میکنید شما باید از قانون اون کشور مثلا قانون کشور شما باید رعایت کنه مثلا اگر شما جرم انجام دهید خیلی مشکله که مثلا سفارت استرالیا کنسولگری استرالیا شما رو در حالت کمک کنه بخاطر که شما جرم انجام دهید جرم خب ممکن شما در کشور پیگر مورد پیگر قانونی قرار گیرید و ممکن از زندانی شد ولی خیلی مشکل برای دولت استرالیا شما در مورد کمک کنه خب شما باید در همه حالت از قانون کشور رعایت امر قانون, کشور, رعایت. قانون کشور را شما مثلا رعایت کنید امتیازات درخواست دریافت کمک کنزولی از نمایندگانی دولت استرالیا در خارج از کشور استرالیا در بسیاری از کشورها سفارت خانه و کنسولگری دارد بسیاری شما در خارج از کشور وقتی وقتی شما در خارج از کشور به سر میبرید در وقت ضرورت می توانید از نمایندگان دولت استرالیا تقاضای کمک کنید این کمک ها شامل موارد آجیل و آرامی اجتماعی و بلایی طبیعی می شوند. مقامات استرالیا می توانند برای اتباع استرالیایی در خارج از کشور پاسپورت های آجل صادر کرده و در موقعی وقوع کدام حادثه مریضی جدی یا مرگ آنها را رهنمایی و از آنها حمایت نمایند در وقتی سفر به کشور دیگری مکلف به مراعات قانونی آن کشور هستید قسمی که این توضیح دادم خیلی مهم است یکی دیگری از امتیازات شهروندی استرالی این است که شما می توانید برای Um, بچه های خود که بیرون از استرالیا پیدا شدن می توانید شما درخواستی سیتیزنشی بدهید، درخواستی سیتیزن در درخواست شهروندی بدهید. Apply, apply for children born overseas to become Australian citizens by descent. درخواست برای ثبت فرزندانی متولد در خارج متولدی در خارج از کشور به عنوان تبعی استرالیا بر حسب نسب. Australian citizens can apply for the child born overseas to become an Australian citizen by descent. قسمی که گفتم شهروندان استرالیایی می درخواست دهند که فرزندان آنها خو... که در خارج از دنیا به دنیا بر حسب نسب یا تبار تبع استرالیا شوند. البته یکی از مثلا یکی از والدینش مثلا ش... 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 استرالیا دارد کافی است که بتواند اپلای کند ولی در که هیچ یکی از این دو تبع در صورتی که هیچ یک از والدین تبعیت را نداشته باشد مثلا ویزه دائمی داشته باشد, باشد. اونها نمیتواند برای سیتیزنشیپ وی سر خود اپلای کند تنها برای شهروند استرالیا داشته باشی بتونی برای شهروندی فرزند خود اقدام کنی امتیازات درخواست درخواست برای ثبت فرزندانی متولد در خارج از کشور به عنوان تبع استرالیا بر حسب نسب یا اتبار. شهروندان استرالیا می توانند درخواست دهند که فرزندان آنها که در خارج به دنیا آمده اند بر حسب نسب یا اعتبار تبع استرالیا شوند حالا چند سوال هم آماده کردن ببینیم که ما از ای ویدیو چی یاد گرفتیم Which of the following is correct about voting؟ کدام از موارد دیزیر در مورد رایگیری صحیح است. این سوال در مورد انتخابات یا رایگیری هست Australian citizens aged 18 years or over must register their name and address on the electoral roll. Australian citizens aged 18 years or over must their name and address on the electoral roll. that once you are on the electoral roll voting is compulsory for the Australian citizens aged 18 years or over in a federal, state or territory election. وقتی نام شما در فهرست انتخابات باشد را دادن در انتخابات فدرال ایالتی و ناحیه ای برای اتباع هجد ساله یا بالا اجباری است جواب سی گفته ای و بی یعنی هر دو جواب الف بی درست است ام قسمی که دادم در مورد انتخابات موقع شما شهروند استرالیا میشوید شما باید ثبت نام کنید در فهرست رای هندگان و وقتی که نام شما در فهرست رای هندگان باشد شما باید جبریست که باید رای و اگر رای ندید ندهید شما را مثلا جرمه میکند پس ما میگیم جواب درستی ما جواب سی هست یعنی کسی که هشته ساله با بالای باید آدرس و نام خود را در فهرست انتخابات ثبت نام کنن ثبت کنن و جواب بی گفته که مثلا وقتی که شما نام شما در فهرست انتخابات باشد شما باید رای دهید خب پس میگیم که جواب درستی ما جواب سی هست یعنی جواب هر دیش درست است. که درست هست یا نه آره سوال بعدی What are your privileges as an Australian؟ به عنوان یک استرالیایی امتیازات شما چیست؟ اینجا در مورد privileges یا امتیازات صحبت کرده سه جواب دارین جواب A, B و C جواب A گفته Registered children born overseas an Australian citizen by descent شما میتوانید فرزند خود را در خارج از استرالیا که در خارج استرالیا تولد شده به حیث شهروند استرالیا را کنید You can deny voting in a federal election. شما می توانید در انتخابات فدرال رای ندهید. جواب سی گفته You can use foreign passport to travel overseas and return to Australia without a visa. شما می توانید پاسپورت خارجی خود را استفاده کرده به بیرون از استرالیا مسافرت کنید و دوباره بدون ویزا به استرالیا داخل شوید. اینجا اگر دقیق نگاه کنیم اینجا در مورد امتیازات یا پرویلیجیز صحبت شده جواب ای در مورد پرفلیجیز است جواب B در مورد رسپانسیبیلیتی است و جواب سی هم در مورد پرفلیجیز است خب پس ما بگیم جواب بی اشتباه است بخاطر که اینجا فتر شما میتوانید انتخابات فدرال را ندهید این کاملا اشتباه است شما باید رای دهید و جواب ای گفته که رجستر چلدن بون اوورسیز از آسترالین سیتیزنز بایدسین گفته شما می توانید فرزندانی که در بیرون از استرالیا تولد شده به حیث شهروند استرالیا راجستر کنید ما میگیم جواب درست ما جواب ای هست جواب بی گفتیم اشتباه است جواب سی گفته you can use foreign passport ای کاملا اشتباه است بخاطر که شما اگر پاسپورت خارجی داشته باشید نمی توانید که دوباره با استرالیا بدون ویزا برگردید پس جواب هم اشتباه است ما میگیم جواب درست ما جواب ای هست آره سوال بعدی What are your responsibilities an Australian citizen؟ به این عنوان یک استرالیایی مسئولیت شما چیست؟ این, سوال مربوط به responsibilities یا مسئولیت هست سه جواب داریم، جواب A, B و C جواب A گفته Obey the law and vote in federal and state or territory elections in, uh, sorry, and in a referendum از قانون استرالیا پیروی کنید و در انتخابات فدرالی ایالتی و ناحیه‌ای و همچنین رفراندوم شرکت کنید جوابی B گفته Defend Australia should the need arise and serve on a jury if called to do so. در همگامی نیاز از خاک استرالیا دفاع کنه و در صورتی که از شما خواسته شود به حیثی اوزیو از حیعت منصفت در محکمه انجام وزیفه نموید. جوابی C گفته Both A and B. هر دوی جوابی A for B. A for B. خب اینجا در مورد قسمی گفتن در مورد مسئولیت صحبت شده خب پس گفتیم که یک از مسئولیت های یک شهروند استرالیا این است که شما باید از کن استرالیا پیروی کنید و همچنین در انتخابات شرکت کنید پس از ای به ما درست هست جواب بیگ دف استرالیا شد در نید ارائز ان, آن جوری اف تو دو, دو سو ای جواب هم درست است بخاطر اینکه به این یک شهروند استرالیا این مسئولیت شما است که از استرالیا شما باید دفاع کنید و همچنین در بحیث اوزوی از حیات منصفه در محکمه انجام وظیفه نوید پس جواب درست ما جواب سی است یعنی جواب ای و بی درست است حالا رسیدیم به پایان این قسمت شما می توانید برای ویدیوهای بیشتر اوزوی یوتیوب کانال ما شوید و همچنین شما می این ویدیوها را با دوستان و رفقایتان شریک سازید Thank you.